است. So ساعت پیش Ray Dalio's Bridgewater Hedge Fund to Back Crypto Funds آقای ری uh, uh, که میدونی که بهترین اکونومیست سال 1975 بود uh, شرکتش هم که Bridgewater Capital هست و میخواد سرمایه رو بذاره توی کریپتو حالا بیت کوین و ایتریوم و حالا فکر کنم یک 16 تا دیگه ارزم داره نگاه میکنه اما آقای ریدالیو اگه یادتون نره یه یاد آدمی بود که میگفت بیت کوین شته و اون کم کم رسید به یه جایی که گفته تلا شته بعض اون شروع کرده که گفته که بیت کوین یک درصد خوبه بعضون اون میگه پنج درصدشو رو بخریم الان داره میگه من میخوام سرمایه گذاره همه کلاینت ها هم, هم بذارم توی کریپتو سو so, این فکرم اردی انجام داده حالا رومره مشکل اینه از خود دهن خودش هنوز نیامده بیرون این اما of کورس داره خبرش خیلی بزرگ میشه و اگه واقعی باشه از دهن خودش میاد بیرون تو این چند روز دیگه و دیگه it's gonna they gonna kill it man they gonna kill it خبر دوم و از طرف FTX میاد توکن uh, FTT که uh, سرمایه گذاره کردن به دیو uh, دیو یک از این از این پلتفرما هستن که میتونی حالا ستاکس بخری و 100 میلیون بهشون دادن تو این اپه که میتونی حالا کریپتو بخری ستاکس بخری یه سرمایه گذاره کردن دیگه و جالبه چون 100 میلیون دلار به یه کسی بگی شرکتت و هم برای خودت so, um, 100% FTX میخواد یه کاری هم بکنه با این اپ دیو و um, داره میگن looking forward دیگه یعنی شینه که هرچی من بگم بعد بکنی سو so, میبینیم اینو در آینده حالا یک سال طول میکشه اما امیدوارم که اتفاق خیلی بزرگی بیفته تو این اپ های کریپتو خبر سوم از تامی هیل فیگر و تامی هیل دیگه میخواد و uh, 2022 که تقریبا یک هفته دیگه هست uh, میخواد شروع کنه با کلکشن انفتیش uh, NFT wearables at Decentraland Metaverse Fashion Week So to Monoland, دارن یه فشن ویک میگیرن که میتونی مثلا لباس های تامی هیل فیلگرای جدید ببینین تامی هیل فیلگرای اینقدر گرون نیست حالا یه دونه شهر جینش 120 پونده اما میخوان اندفعه توی متاورس این شوکه سر رو بذارن سو so, از اون که در مانا هستن دارن بازیشو میکنن میتونن دعوت شدن که برن ببینن که چه اتفاقی داره اونجا میفته حالا فکر نکنم این صرف یک ایتریوم بدی برای جین. من که نمیکنم اما دیگه دست خودتونه. خبر دوم، خبر چهارم. او oh my god. Federal Chair Jerome Powell hints at aggressive rate hikes after sensing inflation is much too high. سو so, ما ببین اجازه بذارم ببین میدونم که داره ریت هایکس میکنه الان 0.5 یعنی چی 0.5 یعنی داره 50 بیلیون دلار ماهانه داره در میاره از مارکت از هر مارکتی که خودشون سرمایه گذاری کردن میتونید خودتون برین در فدرال رزرو ببینید که چه چی چیزایی سرمایه گذاری کردن بیشتر چیزایی که میسن سرمایه گذار کردن بانزن و از اون بعد برید تو اون تک تک بانزا ببینید بانزا چی سرمایه گذاری کردن از میفهمی کنم شرکت ها تقریبا مثل یه ETF S&P 500 خریدن اما توی بانز سو پول میدن به مردم که حالا میبینیم که 0.25 تا 0.5 بیسیس پوینتس در ماهانه پول داره در میاد از مارکت اما گفتن شاید هم به 0.75 هم بیفته برای ماه می و چیز خوبیش اینه که ما تو تو این مارکت یه چیزی ما میگیم و certainty از بهتر than uncertainty چیزی که ما میدونیم 100 صد درصد میخواد اتفاق بشه بهتر هست حتی هم اگر اون خبرش بد باشه بهتر هست شما میتونین از قبل خودمون رو دیگه حاضر کنیم که میبینیم که حتی هم که داره 0.75 نقطه هفت پنج هم داره میشه تو این دو ماهه صد درصد میبینی که مردم بیشتر بدبخت میشن بیکار میشن داریم همینجوری کم کم میبینید دو ماه دیگه بدتر هم میشه چون اجاره خونه هاشون میره بالا آب گاز برق خوردنیشون هم میره بالا سو so, این بدتر میشه اما چون برای مارکت این چیز خوبیه چون ما میدونیم تورم uh, points, uh, چقدر داره میشه برای ما یک ماه دیگه یک ماه دیگه اینفلیشن نامبر بیاد بیرون دهانین درصد میشه این هم میکشه بالای 0.751 اگر این کار میکنن دیگه کردی دیگه اما چون ما میدونیم داره این کار رو میکنی هیچ فرق نداره چون تورم داره همجوری میره بالا و بالا و بالاتر uh, که مردم دیگه حالا هم مردم بی پول بشن بیکار بشن and, uh, yeah, and that's how you create homeless people. اما, اما certainty is better than uncertainty چون الان دیگه میدونیم شماره رو حالا خبر سه ساعت پیش که خیلی خبر دارم report number of african cryptocurrency users up by nearly 2500% از uh, سال جنوری 2021 تا جنوری 2022 2500 درصد رشد کرده از طرف کشورهای آفریقایی کریپتو و 1400 درصدش هم تقریبا از صرافی چی کوکوین کوین بیرون فولی شت چقدر داره کوکوین داره جا، جا، جامعه کریپتوشو داره بزرگ میکنه از طرف آفریقا هم داره میگیره و حالا درسته آفریقایا بیشتر خیلی پول ندارن مثلا چقدر پول دارن فکر 100 دلار 20 دلار اما حتی که اون هست دارن پولاشونو سرمایه میکنن چون میفهمم که حالا این نظام باب وی دالر او ای دالر ای که کشورشون دارن یا پوند کنیون پوند دارن یا هر چی که دارن بی ارزشه بهتره که حداقل بذاری توی چیزی دیگه که حداقل نبینه که تورم بخورش اوکی حالا برای خبر مهمتر که از ایتریوم میاد که 500 پیشه و It, من این دوشام صحبت میکنم چه خیلی ماه داریم اینو صحبت میکنه که این این سوپلای اکسینجر من بهتون یاد دادم که دو ماه پیش 12 و... نزدیک 13 درصد بود الان شده 11 درصد که نوشته اینجا only 11% of ethereum in circulation is held on exchanges یعنی چی یعنی اینکه دارن مردم ایتریوم رو میخرن و از صرافی درش میارن میذارن تو اون والت های لجرشون ترزر هرچی که ببخشی دوزه، پونزه یا بیسه چهار کلمه یا سپم سی و شیش کلمه که میذارم اونجا برای بلند مدت قایمش می میکنن و ما میدونیم که دیگه تقریبا نزدیک همش سیزده میلیون ایتریوم دیگه برای فروشه میفرمید که چی میشه به قیمت ایتریوم که داره درصدش داشت داره همجوری کمتر و کمتر میاد برای فروش داری برن میشی دیگه همش 13.5 میلیون دیگه داری برای ایتریوم قول میدم که ایتریوم همون جوری که گفتم اون موقع ها که به 6500 رو میزنه حالا شاید هم هزار تا هم بزن شاید سوپر سایکل برای خودش بزن اما این قیمت میاد و حالا دارین کم کم یه سوپلای سکویز اتفاق میفته چون دارن میخرن ویلز دارن میخرن ریتیل رو دارن میخرن حالا اونا که سوادشو دارن دارن میخرن و چون میتونن سب بکنن حالا دیگه چند ماه دیگه میتونی سب بکنی تا یه سپلای سکویز بیاد این سپلای سکویز دیگه میاد um, چیزی دیگه نمونده بر فروش چیزی نمونده It's nearly gone Once it's gone, it's gone و حالا پیدا میکنی کسی که فروش میخواد بزنه اگر میخواد بفروشه okay. و این حالا اتفاق خیلی خوبیه um, و امیدوارم که ایتریوم 2.0 هم بیاد که دیگه تمومش کنیم و شاردن در آینده بیاد که این شبکه های مثل ماتیکا بنازیم دور Um, هر وقت uh, این این نو درست بشن از طرف ایتریوم حالا صحبت از آقای کایزر کایزر آن انفلیشن امریکنز with less than 20 Bitcoin are not gonna make it. So, Max Kaiser, بیتکوین are ار نات گانا میک ایت سو مکس کایزر همه میشناسنش از 2010 پروموشن بیت کوین کرده بود um, و دیگه فکر کنم توییترش هم بستن یا yeah, رو بستن و برای چی بستن چون پروموت روسیه میگه یه کارهایی با روسیه میکرد بستنش تویتر و کایزر یک از این آدما هست که رشدای بیت کوین رو کرد حالا از یک دلار بردش تا 5000 دلار و همین ال... تو تویترش نوسته بودن اعلام کرده بود که اگر شما زیر 20 بیت کوین داری عمله هستی تقریبا خیلی فوش داد تو این تویترش از اون دیگه قطع شده چون برای چی اینو گفت چون بلومبرگ اومد بیرون با این پی های خنگولاشون که اکونومیستن نمیدونم کدوم دانشگاه رفتن نوشتن که اینجا اگه شما زیر 300 هزار دلار لینکش باز شد زیر 300 هزار دلار در بیاری شما باید اتوبوس بگیری لازم نیست که برای فردا فکر کنی همش برای امروزت بخور لنتیلز همون عدس پلو ما هست میگم برو عدس پلو بخور به جز گوشت من که دوست دارم عدس پلو من که مشکل نرم در اینجا نوشته که کسی نگفت که خنده دار هست و لذت زندگی تو میگیری لذت زندگی وجود دیگه نره دیگه باید فکر فرداد باشی و واقعا این بلومبرگ اینو از طرف پیشتی هاشون و حالا مکس کایزر هم یه ذره بعدی صحبت هم کرد گفته همتون حمله میشین اگه نداریم این چیزا رو اما گایز سیصد هزار دلار سالی در بیاری uh, خیلیه حالا هم در نمیاره هزار تا الان پرایم مینیستر انگلیس داره 150 هزار پوند داره در میاره نیشه ان اینکه 200 هزار دلار اما صد در درصد استاک مارکت هم بالا پایین میکنه حالا اما از طرف کارش داره همش 200 هزار دلار در میاره چیزی نیست اما من داشتم یه زام ریسرچش هم میکردم میگم واقعا تو امریکا ببین الان دو چیز ببین اینجا ببین چی نوشته بذارم پیداش کنم یه جا اینجا نوشته بود نها اینو میبینین The medium 2021 weekly wage for US workers was 989 or 51,428 annualized medium ببین دارم میگن حقوق امریکایی ها The medium وسطی که همه آدمایی که تو امریکا دارن کار میکنن میشه نزدیک های 51,000 دلار 51,500 دلار اما the key word is okay? the median median یعنی چی well median یعنی حتی اون آدمایی که CEO هستن تو این شرکت های استوک مارکت ما میدونیم بالای ده هزار تا شرکت هست تو استوک مارکت و هر یه دونه CEO او در نزدیکای 300 تا 400 میلیون دلار داره در میاره یه دونه داره اینو میکشه بالا اما من امیرعلی رفتم ریسرچ رو کردم و خواستم واقعا اگر ما این آدما رو که رئیس های مثل اپل هستن رئیس های مثل مایکروسافت هستن ما اینو از این شماره در بیاریم چقدر دارن در میارن well actually, اینو پیدا کردم و یک از این آرتیکل بود که خیلی سخت که پیدا و این همه استیت های امریکا رو گفت بذار من بهتون چند نشون بدم آدمایی که تو آلاباما زندگی میکنن حقوقاشون اگر هیچ سی, سی ای نباشه همش دکتر باشین و آدمای معمولی باشین 28 هزار دلار داری در میاری از اون 28 هزار دلار 7 هزار تاش میره برای اجاره 3 هزار تاش هم میره برای خوردن تو آلاسکا زندگی کنی 31 هزار دلار حقوقت 10 هزار دلار میره برای دیگه برای اجارت نزدیک 4 هزار دلار برای خون... خوردنت این هم برای یک نفره حالا که خانواده باشی و زن و شوهر دارن کار میکنن بچه دار باشی دیگه خرج خیلی بالاتره اما واقعیتش اینه که حقوقهای آدما زیر سی هزار دلار هم. یه همون بیس و چار هزار پون میشه دیگه که ببینین که خونه هاشو ببین نصف حقوقش آردی رفته برای اجاره خونش ببین اگه ما همه دکترهای دنیا رو قبول کنیم با همه آدم های معمولی نه آدمایی که رئیس هستن برای دارن حقوق 300 400 میلیون دلار میارن این واقعیه این شماره واقعیه ببین برای هر استیتی نوشته که چقدر دارن در میارن و چقدر هم دارن خرج میکنن مثلا مساچوست 36 هزار دلار دارن در میارن اوکی okay. بگیم بهترین دکترشون اونجا داره 36 هزار دلار در میاره اما خونه اش نزدیک 16 هزار دلار داره اجاره میده و نزدیک چهار هزار دلار هم داره خرج میکنه برای خوردن پولش رفت چیزی نموند and bear in mind این هنوز کالکولیت نکرده بعد از تکس این بیفور تکس مالیات هم هنوز اینو قبول نکرد هیچ دیگه نرد نمیمونه هیچی سو so, این واقعیه این شمارهایی که میبینی واقعیه سو so, سعی کنین حقوقاتون بالای اوریج باشه حالا برای انگلیس 24 هزار پوند حالا معلم دکتر اینا همشون دارن 24 تا 27 هزار تا دارن در میارن اما شما باید سعی کنین که بالاها این قیمت ها باشین حالا 300 30, هزار دلار نه اما حداقل یه 100 هزار تایی میتونی در بیارید با یه دن سرکار حالا you can find it It's... اگر پیدا نمیتونی بکنی دیگه there you go اما, اما من بیشتر رفتم بر ریسرچ این خب ببینم کیا اینا رو دارن می و می‌خواستم ببینم که این PhD خینگولا دارن چقدر در می آن توی بلومبرگ که اینا رو دارن می نویسن آدم هایی که تازه PhD هاشون رو گرفتن که میگم من دکترم 36000 هزار دلار حقوقشه اورجشون که بگو بعد از 10 سال دارن برای بلومبرگ کار میکنن 63 هزار تا و بهتریاشون سل هزار دلار میگن که حتی اون کسی که اینو نوشته یا چندیم آدم اینو نوشته خودش هم سی هزار دلار در نمیار so there you go guys لطفا به این پیشتی خنگولا گوش نکنین چون اصلا نمیفهمن دارن خودشون چی میگن خودشون انقدر در نمیارن so there you go اینم, اینم شد از طرف این که اوریج پی اچ دی جابای بلومبرگ چقدر دارن میگیرن سو so, الان ما نوشتن خودشون هم 300 هزار دلار نمیگیرن اکچولی هیچ کس تو بلومبرگ 300 هزار دلار نمیگیره اون کسی که توی بلومبرگ 300 هزار دلار که میگیره well, فکر کنم بچه خود رئیس است دیگه دیگه بچه‌شه حالا خود رئیس نزدیکای یک بیلیون دلار داره در میاره برای خودش خودش هم بیت کوینی. سو so, there you go guys. این واقعیت زندگی؟ okay. حالا بریم برای آن دیتا که بعد ببینیم که چه چیزای مهم هست توی این مارکت که میبینیم به وقت الان نزدیک چل هزار تا اتریوم خارج شده از از طرف اتریوم که نزدیک 120 میلیون دلار هست هیچ پول جدیدی وارد نشد اکچولی پول رو داشتن خالی میکردن از که 100 میلیون دلار امروز خالی کردن ام... که دارن مردم دارن پولاشون خالی میکنن چون سود گرفتن ببین چقدر امروز سود کردن مردم حالا هر ارزی رو میبینیم همه تو قرمزیم به جز ایپ چون گفتیم اون ایپ بعد بیفته برای یک تا سه دلار حالا بیت کوین خریدن که میبینیم که شبکه بیت کوینیش کار نمیکنه اما از طرف ایتریوم 58 تا خریدن اما مثل که من صبح بلند شدم چل هزار تا بیت کوین امروز خرید بود ام نمیدونم اگر اون درسته اما من صبح بلند شدم یه نوتیفیکیشن هزار تا بیت کوینی دیدم اما اگر یه ترانسفری بود یا یا واقعا یه اوتیسی خرید بود اما یه دیدم یه چل هزار تا خریدن سو حالا اون از من نگیریم که اینجا چل هزار تا دارم از پشن ذهنم چه چی دیدم حالا به ارزای دیگه ماتیک دیویست و هزار دلار خریدن چنگ لینک پونسد هزار دلار خریدن اف تی پنج و نیم میلیون دلار خریدن یونی دو میلیون دلار فروختن مانا دیویست هزار دلار خریدن و دیگه چه چیزای خریدن نکسو 100 هزار تا خریدن اسنکس ام 750 هزار تا خریدن ال نیم میلیون خریدن و سی وی 300 هزار دلار خریدن و ارزهای دیگه هم که نزدیک 600 هزار دلار خریدن ارزهای دیگه که هیچ دیگه نخریدن و فروختن و حالا بزرگترین سود مارکت بجز بیت کوین خریدن و ایتریوم خریدن از طرف اف میاد که پنج و نیم میلیون دلار ازش خریدم حالا به ارزایی که امروز بالا هستن که تقریبا pretty much everything که اما بزرگترین سودای امروز که میبینیم از طرف ردیکس هست 16% هیلیم 14% درصد ایپ کوین 14% درصد بیت کوین کش 14 ایتریوم کلاسیک 9 فیتا 8 الرون 8 یونی سوپ 8 آی سی پی واو 7% گالا 7 و پولکا دات 7 مبارک باشه برای همه از هم که پوکودات داشتن ما تو این 48 ساعته داشتیم همش سراجه به پوکودات میگفتیم تو گروپ های خودمون که میگیم ببین این تو ریدار داشته باش و تو این پترن و میرسه به 20 دلار و 50 سنت اما فکر کنم 20 دلار و 50 شو زده اگه اشتباه نکنم نمیدونم دیگه اما امروز 20 دلار هست به وقت الان حالا به ارزایی که ضرر دادن تو این مارکت که امروز هست اسموسیس دو درصد ترا دو درصد نکسو یک درصد و فورچین زیر یک درصد و حالا دلار هم هست اگه هنوز سرمایه تو اینوست نکردی ضرر کردی امروز هم چقدر ضررهای دلار زیاده هولی شیت 0.15%, 0.4%, 0.3% اگر واقعا دلار امروز داشتی هولی شیت خیلی زیاده ضررت دیگه واقعا یک به یک هم دیگه نیست کنم حالا بریم برای چارت دیدن و دارم از طرف بیت کوین میبینم سو so ما امروز صبح یه ویدیو گذاشتیم در آه، آ... کانال اینستاگرام که یه بریش یه پترن داریم میبینیم و حالا این بریش پترن که گفتم این والیدیت میشه اگه روزانه رو ما حداقل تو 43 هزار تا ببندیم کاملا درسته چون بعد واقعا تو 43 هزار تا ببندیم دیگه 45 50 من دیگه بعد از پنجا دیگه you just go to the fucking moon دیگه چیز دیگه نمونده تو این پتر اما به وقت الان این به روزانه است و این تو چارتای خود اصلی خودمه که میبینیم که حتی که اینجا به بنده درسته میره فردا میتونه خودش رو بکشه بالا اما چون دیدیم اینجا ی اردی ریجکشن داره اتفاقا میتونه یه بار دیگه این خط اینجا رو تست بکنه سو so, دو چیز میتونه امروز بکنه خودش رو بکشه به 43000 تا ریتست از اینجا بزنه که دیگه بولیشین اگر نکنه تقریبا پترن من پیش میفته که اینو یه بار دیگه تست میکنه 43000 تا اگه نتونست فردا هم تست بکنه دیگه میریزه برای 42250 دی تا دیگه اگر اینم رو پیدا نکنه دیگه just go down یه consolidation کنسولیدیشن میخوایم و حالا میبینیم که از طرف 18 مارچ 2022 و میبینیم که قیمت رفته بالا RSI داره reversal patterns نشون میده که یعنی که یه ذره بعد به ریش داریم نشون میدیم خودمون که بعد یه ذره موزه باشین چون تایم فریم 4 ساعته داره اینو نشون میده اما هنوز من دارم میگم که حالا اه, یه بار دیگه 43 تست بکنه بعض اون دیگه اگه نتونست دیگه هیچ کاری بکنه دیگه تقریبا میرفته و نگاه میکنیم برای دید پایین تر برای 40,000 هزار تا حالا هر, هر موقع این اتفاق بشه امیدوارم نشه چون میتونه فردا یه خبر خیلی خوبی هم بیاد و به تایم فرم الان نگاه میکنم به چهار ساعته اینکه یه ذره کندل سب زده همین تنوز دو ساعت و نیم مونده و میتونه اینو خوش بکشه بالا اما اگه نزدیک های اینجا ها نشده دیگه اینم فیک آته و میریز خودشو از الان داره شروع میکنه پس اگه اینجوری باشه صحبت خیلی موضوع باشین با سهمای خریده امروزمون چون اگه میخواستی چیزی بخری از همون دیشب میتونستی بکنی پای شب یه هفته پیش از اول مارچ که گفتیم که موقعی که همه چیز ریخته دیگه پوتر بود تقریبا گفتیم اون موقع می که اول سیزن داریم نمونه هاشو می بینیم دیگه you could have made at least 55% in, in, in two weeks spot. حالا بریم به ارز ایتریوم که دقیقا فکر کنم داره همین اتفاق داره نشون به ارز ایتریوم که می که حالا قیمتش رفت بالای 3000 دلار تقریبا همجوری که گفتم و اما بعد نگاه کنید که این یا ای میتونه این پترن رو نگه داره چون الان من این چیزی از اینجا میبینم یه اسندین ترانگله و بعد تقریبا حتی که بریک هنوز نکرده هنوز بریک نکرده داره اینجوری بازی میکنه داره میکنه بالای این پله سه هزار دولارش اگین uh, again از اون بعد برای ایتریوم و چون اگه دنبال بیت کوین هم باشه اینم تقریبا بعد بریزه به 2950 تا 2960 هستن بگیم اما هنوز هیچ اتفاقی نشده برای ایتریوم اما چیزهایی که میدونین که ببین یه ذره قیمت داره میریزه و یه ذره موازه باید باشیم حتی هم دارن استوکاستیک داره یه ذره اوورسولد داره, اوورسول داره میشه مانی فلو داره یه ذره میره بالاتر اگر میتونه این مارکت بره بالاتر و میتونه یه بار دیگه این سه هزار یک رو بکنه اما اگر میخوای واقعا این مارکت دیگه completely هرچی bearish باشه دیگه بشکنه این رقم هم بکشه بالای 3200 حالا 3190 میشه 3190 حالا من میگم 3200 برای یه راوند نمبر درست بریم بر از FTT که میرین که با خبرهای خوبیش که انجام داده این هم exactly the same pattern um, که ایتریوم هست اما چیز خوبیش اینه که ما داریم از FTT یه نمونه داره نگاه میکنی برای کل آلت کارا. چون تقریبا داره نشون میده دیگه و اگه من نگاه کنم و این چارت ساعت رو از همین الان اینجا دست بده امکان داره که FTT تو این دو ساعت و نیم اینو از دست بده یه چار ساعته ببنده اینجا میکشه خودش رو به 45 و 23 سو تقریبا چیزی نیست الا یک درصد میفته همه یه چیزی که بعد موزه باشیم این والیوم میبینی اگه واقعا این داره دامپ میشه بعد والیومش هم بیاد نزدیک های اینجا ها سو so اگین یه با والیوم بعد نگاه کنیم که این ریزش باشه اوکی okay? سو so هنوز نشده دو ساعت و نیم مونده به عرض آخرم که ایدا هست که ایدا داره تی که داره میبره بالا با این دپای جدید که دارن جوین میشن که میبینین که اینم ایداست که تقریبا 92 شمزد به بالا 97 سنت کاپن هندل هم ساخته Um, you know what that means everyone cup and handle همتون دیگه یادتون هست هم... چون بهترین چیز که میخواد بدونی cup and handle چجوری توضیح بهترین چیز توضیح موقعی که داری چای میخوری داری لیوان رو میبری بالا سو so, تقریبا داره این هم میره بالا سو کابن هندل رو بشکنه به تایم فرم چهار ساعته که داره کار خوش میکنه حتی هم بیتکوین بریزه کارانو مخ خودش داره Especially از آن که از 2018 کارانو خریدن همیشه من حتی تو این تلگرام گروپ ما موقع میگفتن پروموت کارنو میکنن سف نقطه سف یک بود هاموس نو ببین کارنو همیشه مخ خودشو حتی اون که موقعی که بیت کوین پمپ میکرد کارنو دامپ میکرد بعضی میکر موقعی که بیت کوین دامپ میکرد کارنو میکر. داره کار خودش میکرد و تقریبا داره همین میبینی کارنو داره مخ خودشو داره و یه تارگت کامن هندل داریم ازش حالا ادمن ایوم هست آمن I mean, It's, it's really weird چون اینجا نگاه کنی کپن هندل ادم این ایو میشه گفت این ادم این هم ایوه. اما فرقی نمیکنه چون تارگتشون سیمه که میبینید که تقریبا یک و هیوده و یک تقریبا به ریزیسنس یک و هیجده تقریبا هی یه صف نقطه صف پنج درصد بالا و پایین هست اما اینجا یه این هم میگه بیشتر از این نمیتونه بره تقریبا ما میتونیم دایره بکشیم که حداقل موقع که اینو بریک اوت انجام بده یه جای اینجا تارگت شد و هنوز هنوز نکرده دو ساعت و نیم دیگه مونده یه ریتست کنفرمیشن میخوایم اگین ولیوم بعد ببینیم از این پامپ ولیومش یه داره میگه. اگه یه ذره دیگه تو این دو ساعت و نیم دیگه بکشه خوش این بالا دیگه میدونیم که این صد درصد یه پامپ که بعد از کارنا ببینیم حتی هم که آر اینجا داره میگه over اوور اکستندد نگران نباشین این دس ناتینگ چون که ترن لانگ ما بکشیم از بالا تا پایین اینجا حتی هم اگه بریزه یه ذره میتونه از اینجا باونس کنه و بره بالاتر اوکی okay. سو so, اینم شد از من مرسی از همتون که در زوم بودین uh, من